الرحمن الرحیم، سلام و شبتان بخیر. امروز سه‌شنبه 21 همه سال 1397 خورشیدی که برابر می شود با 10 اپریل سال 2018 میلادی. در نخست سرخط مهمترین ها، آمدگی ها با آغاز روند ثبت نام رای دهندگان. در حدود 1500 مرکز رایدهی برای پروسه ثبت نام رایدهنده ها آغاز شد. اعلام کمک حدود 700 میلیون دلاری بانک جهانی برای این پروژه که برای ما فوق العاده مهم است، برای از اینا به شکل کمک بلاک عوض در اختیار حکومت افغانستان قرار می گیرد. و ادامه تنش‌های جنگی در سوریه. مشروع خبرها. روند ثبت نام رای دهندگان به روز شنبه هفته آینده در مراکز تمامی ولایت کشور آغاز می شود. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید برای دور نخست این روند 1500 مرکز را ایجاد کرده و مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان در 25 ماه صبر در مراکز ولسوالی ها آغاز خواهد شد. در همین حال شماری از کمیشنران این کمیسیون ناامنی را تهدید جدی در برابر برگزاری انتخابات می دانند. فواد ناصری جزئیات می‌دهد. ناامنی سایه سنگین بر انتخابات پارلمانی پیش رو. کمیسیون مستقل انتخابات افزایش تهدیدات امنیتی را بزرگترین چالش در برابر انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی عنوان می کند. بعض نظامیان افغان می خواهد که زمینه را برای ریختن رأی مردم به صندوق ها هموار سازند. این کمیسیون همچنان می گوید تا 3 روز دیگر روند ثبت نام رأی دهندگان را آغاز خواهند کرد. پروسی ثبت نام رای دهنده سر از شنبه 25 عمل در شهرها آغاز میشه، یعنی در 34 ولایت افغانستان در شهرها که مجموعا در حدود 1500 مرکز رای دهی برای پروسی ثبت نام رای دهنده ها آغاز میشه. هرچند روند انتخابات بارها نشانه طالبان بوده، اما کمیسیون انتخابات این بار از شورشیان طالب میخواد که هدف قرار دادن روندهای انتخاباتی را کنار بگذارند. تقاضای ما هم برای طالبان به مسابقه تودای افغانی است که حامی پروسه مردم سالاری باشند و از هر گونه مداخله و اخلال و خصوصا مخالفت که با سیاسیون دارن خودداری بکنن و پروسه را بتونه کمیسیون کامیاب تطبیق بکنن. نهادهای امنیتی افغانستان نیز میگویند که 10 ولسوالی زیر حاکمیت طالبان قرار دارد و امنیت انتخابات از اولویت‌های نیروهای امنیتی است. اکثر ولسوالی‌هایی که مشکلات جدی امنیتی داشتند مشکلاتشان برطرف شده، اما تعدادی هنوز محدود است که بیش از 10 ولسوالی است. گالای از یام کار داریم که دریچه مشکلات امنیتی که وجود دارد برطرف شده. از سوی هم یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که جامعه جهانی گوشزد کرده که در صورت عدم برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در 28 ماه میزان سال جاری، کمک‌هایش به نهادهای انتخاباتی را قطع خواهد کرد. سران جریان‌های سیاسی در زمان سفر نخست وزیر پاکستان از سوی سفارت آن کشور در کابل دعوت شده بودند. شورای حراست و ثبات افغانستان با بیان این مطلب می‌گوید سفارت پاکستان عبدالرب رسول سیاف رئیس این شورا را نیز در ارگ دعوت کرد، اما آقای سیاف آن دعوت را بنابر دلایلی نپذیرفت. در این دعوت گروبودین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، کریم خلیلی، محمد محقق و سید حامد گیلانی حضور یافتند. هیئت اداری مجلس سنا هم نبود پرچم افغانستان در محل دیدار این سران جهادی با نخست وزیر پاکستان را نقد می کنند. گزارش از همکارم علی اصغری ببینید. پس از آن که نخست وزیر پاکستان در جریان سفرش در کابل با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد،
ظاهراً می‌خواست با رهبران سیاسی افغانستان نیز بگومگوی داشته باشد. از این رو بود که سفارت پاکستان در کابل وارد عمل می‌شود و سران سیاسی را در ارگ دعوت می‌کند. از این جنب تنها عبدالرب رسول سیاف دعوت سفارت پاکستان در ارگ را نپذیرفت. اما چرا؟ نپذیرفتن دعوت سفارت پاکستان برای ملاقات با صدر اعظم پاکستان از جانب استاد سیاف ای به معنای مخالفت با صلح نیست، بلکه چون مرجع دعوت کننده حکومت افغانستان نبود، سفارت پاکستان بود. نخست وزیر پاکستان در ارگ با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و سید حامد گیلانی رهبر معاذ ملی افغانستان دیدار کرد. آنچه که بیشتر جلب توجه کرده است نبود پرچم افغانستان و خودنمایی پرچم پاکستان در این دیدارهای جداگانه است. هیئت پاکستانی ملاقات رسمی که با مسئولین جمهوری اسلامی افغانستان داشتن، غیر از رئیس جمهور و رئیس اجرایی با بقیه داشتن، متاسفانه که بیرق ملی افغانستان دیده نمی شود و تنها بیرق پاکستان است، این خلاف پروتکل است. باورها بر این است که افغانستان تحت تأثیر سیاست‌های پاکستان قرار گرفته و نبود پرچم هم بدون علت در این دیدارها نبود است. نبودن درفش پر افتخار افغانستان در ملاقات‌های رسمی به معنای کم اهمیت شمردن به اعتبار و هویت ملی ما است. آن چیزی که ملت افغانستان به دور محور آن جمع شدند و کشور زیبایی به نام افغانستان داریم. خواستیم دیدگاه ارگ را نیز در این مورد داشته باشیم، اما کسی حاضر به پاسخدهی نشد. از سوی هم هنوز عباسی به کابل نیامده بود که راکت پراگنی های آن سوی دیورن بر مناطق مرزی افغانستان در کنر آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. در تازه ترین مورد از خاک پاکستان بیش از 400 راکت به ولایت کنر شلیک شده است. به دلیل شدت جنگ در ولسوالی های قشتیپه و درزاب ولایت جوزجان 70 مکتب مسدود است. یک عضو کمیسیون امور دینی و معارف مجلس نمایندگان میگوید 30,000 دانش آموز در این ولسوالی ها از درس دور ماندند. در همین حال ارتش ملی میگوید که برای بازپسگیری ساحات از دست رفته در این دو ولسوالی ها عملیات جریان دارد. از سوی هم شب گذشته در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار طالبان یک مکتب را آتش زدند. دیانا صمدی گزارش میدهد. شدت جنگ در جغرافیای افغانستان بیشتر از همه بر نظام آموزش و پرورش کشور صدمه وارد کرده است. کمیسیون امور دینی، فرهنگی و معارف مجلس نمایندگان ادعا می کند که در حال حاضر تنها در دو ولسوالی قشتیپه و درزاب 70 مکتب مسدود است و بیش از 30,000 دانش آموز از تعلیم بدورند. بیشتر از 70 مکتب بسته است و در حدود 30,000 شاگرد از درس ماندن. نه تنها که اینا از درس ماندن، بلکه فامیلایشان تمامشان فرار کردن و از صحابه آمدن در مناطق امن. ارتش افغانستان تایید می کند که مکتب های زیادی در ساحات زیر اداره طالبان و داعش مسدودند و آنان از این مکتب ها به عنوان سنگر استفاده می کنند. قطعات نظامی ما در تمام محلاتی که مکاتب زیر سلطه طالباست عملیات های محاربوی را پلان می کنند و اجرا می کنند. گزارش ها وجود دارد که در تمام کشور نزدیک به 1,000 مکتب به دلیل ناامنی ها مسدودند که وزارت معارف در این مورد حاضر به پاسخگویی نمی شود. در همین حال وزارت داخلی کشور استفاده مکتب ها به عنوان پایگاه نظامی از سوی نظامیان را رد می کند. طالبا بارها از مکاتب، مدارس و خانه های مردم به این سنگر استفاده کردیم. به اساس آمارها کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، ننگرهار، جوزجان و فاریاب از ولایت هایند که بیشترین رقم را در مسدود بودن مکتب ها و به سرنوشت ماندن دانش آموزان به خود اختصاص دادند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور میگوید در شرایط کنونی نیاز است تا راه سیاسون و شخصیت های ادبی کشور را دنبال کنیم. این مقام حکومت وحدت ملی در مراسم یاد بود از کتاب افسانه های مردمی عبدالرحمن پژواک تاکید ورزید که آقای پژواک الگوی تاثیرگذار در وحدت مردم افغانستان است.
از کتاب افسانه های مردمی عبدالرحمن پژواک در مراسم در کابل یاد بود شد. عبدالله عبدالله رئیس جایی در این مراسم یاد بود از شخصت های ادبی و فرهنگی را نیاز جامعه دانست. در زنده نگاه داشتن اینام آنچه که سهم ما بایسی یک هموطن است انشالله دریغ نخواد کردیم. از عبدالرحمن پژواک کتاب ها و ترجمه های زیاده به نشر رسیده است که بانوی بلخ، حماسه ناهیدنامه، گلهای اندیشه، افسانه های مردم، مردان پارا پامیزاد، یک زن، آواره، گلهای کوهی، ترجمه پیامبر جبران خلیل جبران، اشعار تاگور، الماس ناشکن و ده ها اثر دیگر در این شمارند. مرحوم پژواک د افسانو ثبت او د افسانو لیکلو ارزش تقیل سوی دی، نو ځکه خپل وخت ورته وقف کړی دی او دا یا لیکلی دی خپل او یا هم ژباړلی دی. عبدالرحمن پژواک در سال 1919 میلادی در خانواده قاضی عبدالله در بالایسار شهر غزنی چشم به جهان گشود و در سال 1374 هجری خورشیدی در شهر پشاور وفات کرد و در قریه باغبانی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. وقفه کوتاه در آریانا، اما ادامه خبرها در آریانا نیوز. پس از این به رانندگان تاکسی ها و بس های شهری اجازه داده نخواهد شد تا در چوکی پیشرو اضافه از یک نفر سوار کنند. ترافیک کابل میگوید در صورت که رانندگان این قانون را در نظر نگیرد با متخلفین برخورد قانونی خواهند کرد. افسون محمدی جزئیات می‌دهد. کابل شهر با بیشترین نفوذ در قلب افغانستان، نشستن دو نفر در چوکی پیشرو مشکلاتی که همه روزه باشندگان کابل با آن مواجه بوده اند. ترافیک کابل با ایجاد قانون تازه می گوید از این پس رانندگان اجازه نمی دهند تا اضافه از حد معینی که در جوار سیر ذکر شده است استفاده کنند، در غیر آن با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد. وسایط نقلیه که در سیت پیشروی سواری دو نفر داشته باشه مطابق قانون بر اونا برخورد بکنه و اجازه نمی دهیم که این تعداد وسایط نقلیه از این به بعد در سیت پیشروی و یا بالاتر از او حد معینی که در ظرفیتی که در خود جواسایت قید شده بالاتر از او به انتقال مسافر بپردازه. این قانون خلاف خواستهای رانندگان بوده و نگرانی آنان را برانگیخته است. پایسه تیل پوره نمیکنه، رابندی زیاد از 100 200 رابندی میگو 80 تا چی میشه دیگه. ما قانون دیگه چی تو کنیم؟ ما پوره کردن نمیتونیم، راهها بند است، کل سرکا بند است، اون چی حال است؟ اما باشندگان کابل از این قانون استقبال میکنند. اول خو سیفتی از این بسیار کم میباشه و اگر حادثه شوه ایربگ باز شوه در اون صورت یک نفر نیست بلکه دو نفر که اجازه نیست که پیش رو بیشه. دولت خواهش مامی است که همین دوست اثرا را که در سیت پیشی که میشانه نمی بسیار عرضیت آزاد میشه میره. دولت خواهش میکنه کمی کار را نکنه با تروانا. ظاهرا دیده می شود که این چوکی برای یک نفر ساخته شده است، اما رانندگان روزانه بیشتر از یک نفر از این چوکی استفاده می کنند. چندین جایی که ما گذشتیم حضور پلیس ترافیک پررنگتر بود، اما تا هنوز کدام اقدام در این مورد صورت نگرفته است. چند خبر کوتاه از جهان ببینید. در پی انتشار گزارش استفاده از سلاح شیمیایی توسط حکومت بشار اسد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از واکنش شدید کشورش علیه سوریه خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا گفته در مقابل سوریه گزینه‌های مختلفی وجود دارد و به زودی موقف آمریکا را در این مورد روشن خواهد ساخت. این در حالی است که سفرای روسیه و آمریکا در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت این سازمان برخورد لفظی شدید داشته و روسیه هشدار داده است که در صورت استفاده از گزینه نظامی آمریکا در سوریه پیامدهای ناگوار اتفاق خواهد افتاد. بالا گرفتن تنش در مورد سوریه در حالی است که روابط روسیه و غرب پایین‌ترین حد از زمان جنگ سرد سقوط کرده است که به مسموم کردن یک جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا مربوط می شود. چین خواستار میانجیگری سازمان تجارت جهانی در مورد اختلافات تجارتی با آمریکا شده است. شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین همچنان گفته
به دنبال باز کردن زمینه باز تجارتی برای رقابت می باشد و از کم ساختن تعرفه های گمرکی نیز خبر داده است. این در حالی است که در روزهای اخیر دستور رئیس جمهور آمریکا برای وضع تعرفه و برخی از کالاهای وارداتی از چین باعث بروز نگرانی در مورد واکنش متقابل این کشور و بروز جنگ تجارتی شده است. در نتیجه واژگون شدن یک موتر بس در یک منطقه مرتفع شمال هند حداقل 30 تن به شمول 27 کودک کشته شدند. این موتر شاگردان مکتب را در منطقه کوهستانی هیمالیا انتقال می‌داد. پلیس می‌گوید شاگردان سوار در بس به سوی خانه‌هایشان در ایالت هیماچال پرادش در حرکت بودند که از یک صخره به پایین سقوط کرد. دوباره خوش آمدید. بانک جهانی 691 میلیون دلار را به حکومت افغانستان کمک کرد. وزیر مالیه میگوید این پول شامل کمک‌های بلاعوض بانک جهانی است که قرار است در بخش‌های بهداشت، مخابرات و ظرفیت‌سازی بانک‌های دولتی هزینه شود. در همین حال نماینده بانک جهانی تطبیق این برنامه‌ها را در انکشاف افغانستان مؤثر می‌داند. سمیرا ظفری جزئیات می‌دهد. بانک جهانی در سلسله کمک‌هایش این بار 691 میلیون دلار را به افغانستان کمک کرد که قرار است این پول در بخش‌های بهداشت، توسعه خدمات مخابراتی و ظرفیت‌سازی بانک‌ها هزینه شود. مبلغ 691 میلیون دلار آمریکایی را برای این پروژه‌ای که برای ما فوق‌العاده مهم است، برای از او اینا به شکل کمک بلاعوض در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهد. بخش بیشترین کمک ها برای رساندن خدمات بهداشتی به مناطق دوردست و محروب کشور برای 3 سال ویژه شده است. این هر سال 200 میلیون دلار برای عرضه خدمات صحی در ولایات افغانستان، در قرا و قصبات، به خاطری که دسترسی مردم به خدمات بیشتر شود، تعداد مراکز صحی در قرا و قصبات بیشتر شود. قرار است 51 میلیون دلار این کمک برای انتقال خط فایبر نوری که جزء اتصال برق کاسا 1000 است هزینه شود و با انتقال این خط 9 ولایت افغانستان به فایبر نوری وصل می شود. دی پروژه مهم هدفونه چی دی اغا در ریجنال کنکتیو یا دی منطقه دی فایبر لطریق طول وصل کول دی. ظرفیت سازی بانک ها و ایجاد بخش های قرضه زراعتی و صنعتی در بانک های دولتی هدف دیگر این کمک ها را شکل می دهد. به نمایندگی از بانک جهانی باید بگویم که این کمک برای پیشرفت افغانستان گام بسیار خوب است. بانک جهانی در حال بخش بزرگ این کمک ها را برای خدمات بهداشتی ویژه کرده است که بعد تازگی وزیر بهداشت گفته بود کاهش کمک های جهانی در بخش بهداشت نگران کننده است. در دوم هم توجه کنین به نرخ ارزها. یک دلار آمریکایی 69.95 افغانی، 1.85 یورو، 85 افغانی و 60 پول، 1 درهم امارات 19 افغانی، 1000 تومان ایرانی 13 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 596 افغانی و 1000 کلدار هندی 1065 افغانی. اکنون وضعیت هوا. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14. و سرانجام غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین -1. پیش بینی شده است. از همین‌طور به خبرهای این ساعت سپاسگزاریم. خداحافظ.